با نام خدا، سلام بر شما. به خبر 8 از آریانا و آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 11 ماه دلو سال 1401 هجری شمسی است. سرخط خبرها. امیدواری سازمان ملل برای رفع ممنوعیت کاری و آموزشی زنان. معاون این سازمان میگوید که امارات اسلامی روی طرح کار میکند تا ممنوعیت ها برداشته شود. این که گفتند روی طرح برای آموزش و کار زنان و دختران کار میکنند، واقعیت پیدا میکند یا نه؟ تاکید روسیه و پاکستان بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان. مقام های این دو کشور میگویند با تشکیل این حکومت روند به رسمیت شناختن تسهیل خواهد شد. پالیسی و موقفش واضح هست در تمام مسائلی که در مخالفت با اصول اسلامی نباشه و مطابق منافع ملی کشوری نباشه. افزایش میزان داد و ستود تجاری میان افغانستان و هند. ارزش مجموعی این تجارت به 450 میلیون دلار رسید. و افزایش قربانیان حمله انفجاری دیروز در پاکستان. شمار جانباختگان به 90 تن رسید است. مشهوری خبرها، من عبدالعزیز سخی‌زاده هستم. معاون سرمنشی سازمان ملل در امور هماهنگی کمک‌های بشری میگوید که حکومت سرپرست افغانستان روی طرح کار میکند که بر بنیاد آن زنان و دختران دوباره به کار و تحصیل برخواهند گشت. مارتین گریفیتس که پس از سفر یک هفته‌ایش به نیویورک برگشته میگوید که انتقاد و مجازات برای تغییر رفتار مقام‌های حاکم در افغانستان مؤثر نیست. او میگوید طرفدار ترک سازمان‌های بین‌المللی از افغانستان نیست و از امارات اسلامی می‌خواهد اگر زنان را به کار برنمی‌گردانند معافیت بیشتری برای کارمندان زن در سازمان‌های امدادرسان قائل شوند. سازمان ملل متحد منتظر خط و نشان امارات اسلامی برای کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی. معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان میگوید منتظر فهرست از دستورالعمل‌های مقام‌های امارات اسلامی است تا به زنان اجازه کار در بخش‌های بشردوستانه را بدهند. من کسی هستم که دوست ندارم حدس و گمان کنم. میبینیم که آیا طالبان این که گفتند روی طرح برای آموزش و کار زنان و دختران کار میکنند واقعیت پیدا میکند یا نه. دیده شود چه فضای برای نقش اساسی و محوری زنان در عملیات‌های بشردوستانه ترسیم میشود. ولی ما پیام خود را با تمام صراحت به آنها رسانیدیم. و آن این که زنان در بخش کمک‌های بشردوستانه نقش اساسی دارند. ما می‌خواهیم دوباره به آنها اجازه کار و تحصیل داده شود. رئیس مؤسسه پاملرن نیز می‌گوید اگر حکومت سرپرست استثناءات بیشتر را برای ادامه فعالیت زنان در سازمان‌های غیرحکومتی قائل نشود، چنین وضعیت ممکن ضربه مرگبار برای بسیاری از برنامه‌های حیاتی بشردوستانه در افغانستان باشد. سازمان‌های غیرحکومتی بین‌المللی 70% کمک‌های بشری را در افغانستان فراهم می‌کنند و کارمندان زن کمک‌های نجات بخش را برای سایر زنان فراهم می‌کنند. ممنوعیت کار آنان در این سازمان‌ها به قیمت جان مردم تمام می‌شود. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی بدون سهمگیری زنان نمی‌توانند خدمات را برای میلیون‌ها زن و کودک نیازمند در افغانستان فراهم کنند. عمر عبدی رئیس صندوق اطفال ملل متحد نیز میگوید افغانستان بدون آموزش دختران آینده روشن ندارد. درباره بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران و نیز بازگشایی مجدد پوهنتون‌ها با مقامات طالبان صحبت شد. مطمئناً بدون ادامه آموزش و تحصیل هیچ امیدی برای آینده بهتر برای دختران و زنان افغانستان وجود ندارد. امارات اسلامی در 24 دسامبر سال گذشته میلادی زنان را از ادامه کار با سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی منع کرد. به دنبال این فرمان، سازمان‌های غیرحکومتی بین‌المللی عمده فعالیت‌های خود را در افغانستان تعلیق کردند. وزیر خارجه روسیه از امارات اسلامی می‌خواهد به تعهدات خود با جامعه جهانی عمل کند و حکومت همشمول تشکیل دهد.
سرگی لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتای پاکستانیش در مسکو گفته که ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر شرط جامعه جهانی نیست و حکومت سرپرست خود بر رعایت آن تعهد کرده. وزیر خارجه پاکستان از میگوید که اگر حکومت سرپرست به تعهداتش با جامعه جهانی و مردم افغانستان عمل کند، کشورهای همسایه روند به رسمیت شناختن دولت جدید را تسهیل خواهند کرد. 18 ماه از روی کار آمدن امارات اسلامی سپری می شود، اما در این مدت هیچ کشور حاضر نشده آن را بر رسمیت بشناسد، هرچند تعامل از سوی برخی کشورها وجود دارد. وزیر خارجه روسیه که میزبان همتای پاکستانیش در مسکو است، حکومت همشمول را موضوع مهم و اساسی در نرمش موضع‌گیری های جهانی می داند. وزیران خارجه روسیه و پاکستان می گویند تشکیل چنین یک حکومت شرط جامعه جهانی برای مشروعیت دهی به امارات اسلامی نیست، بلکه امارات خود به ایجاد آن تعهد داده است. ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان شرط نیست که جامعه جهانی اعلام کرده است. یکی از تعهداتی است که طالبان خود دادند. آنها گفته بودند که ایجاد یک دولت فراگیر یکی از اهداف آنهاست و جامعه جهانی طبیعتاً انتظار دارد طالبان به تعهد خود عمل کنند. این در کنار سایر موارد برای جامعه جهانی مهم است و زمینه برسمیت شناختن را فراهم می کند. وزیر خارجه پاکستان نیز میگوید اگر حکومت سرپرست به تعهداتش با جامعه جهانی و مردم افغانستان عمل کند، کشورهای همسایه روند به رسمیت شناختن دولت جدید را تسهیل خواهند کرد. روسیه و پاکستان اشتراکات زیادی در نوع نگاه خود به مسائل دارند. من کاملا حرفهای وزیر خارجه روسیه را تایید می کنم. خواه مسئله ایجاد یک دولت فراگیر باشد یا تروریسم یا هم موضوع حقوق بشر، همه اینها وعده هایند که دولت سرپرست افغانستان با جامعه جهانی داده است و من معتقدم که اگر قرار باشد با آنها عمل کنند با ما کمک خواهد کرد که آنها را کمک کنیم. امارات اسلامی بارها حکومت سرپرست را فراگیر و همشمول خوانده و افزون بر آن که بر آوردن اصلاحات در آن تاکید می کند، از کشورها نیز خواسته است در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. ما قبلا یادآور شدیم که امارات اسلامی پالیسی و موقفش واضح هست در تمام مسائلی که در مخالفت با اصول اسلامی نباشه و مطابق منافع اولیای کشوری ما باشه، گام های خود را برمی داره و در صدد ازی هست که تمام مشکلات کشور حل شود. اسد تامس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان وارد پاکستان شده و با اسد مجید خان معاون وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. صلح و امنیت در افغانستان و نیز امنیت مرزها و حقوق بشر و حقوق زنان و دختران برای کار و آموزش از موضوعات مورد بحث دو طرف بوده است. میزان داد و ستد تجارتی میان افغانستان و هند نزدیک به 500 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که تلاش میکنند تا روابط اقتصادی میان کابل و دهلی نو گسترش یابد، زیرا هند میتواند یکی از شرکای بزرگ اقتصادی افغانستان شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگوید که هرگاه تسهیلات برای داد و ستد تجارتی میان دو کشور فراهم شود، میزان تجارت به 1 میلیارد دلار آمریکایی خواهد رسید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در 9 ماه گذشته به ارزش 159 میلیون دلار آمریکایی به هند صادرات داشته و بیشتر گیاه هنگ، زعفران و پسته به این کشور صادر شده است و در این مدت افغانستان به ارزش 291 میلیون دلار از هند کالا وارد کرده که بر این اساس میزان داد و ستد تجارتی میان دو کشور به 450 میلیون دلار آمریکایی میرسد. صادراتی که ما داشتیم در 9 ماه گذشته به هندستان به مبلغ 159 میلیون دلار بوده و وارداتی که از این طرف داشتیم ما به 291 میلیون دلار میرسه. صادراتی که ما داشتیم اقلام مهمش مانند مغز پسته بوده، کشمش بوده، زیره و زعفران و تخم هنگ بوده و همچنان وارداتی که ما داشتیم از هندستان شکر بوده که بیشترین وارداتی که ما داشتیم ادویه طبی بوده، منسوجات کتان و اکثرا لباس های مختلف بوده که ما واردات داشتیم از هندوستان. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید در حال حاضر مشکلات در صادرات و واردات کالا از هند وجود دارد و هرگاه این مشکلات حل گردد و این روند به حالت گذشته برگردد، میزان تجارت به 1 میلیارد دلار خواهد رسید.
یوه ویزه هم نه دا ورکل شوی، نه تنها چې ویزه نه دا ورکل شوی، هغه ویزې چې پخوانی تجارانو 15 کلنې او 2 کلنې او 3 کلنې ویزې لرلې هغه هم ریجکټ کړي، ټولې په سیستم کې ریجکټ کړي، چې دا یو ډېر ناروا کار وشو. او دا ښه خبره نه وه چې یو سړی چاته ویزه ورکړي او ویزه به بیرته کنسل کړي، او هغه هم سیاسي سړی نه وي بلکې یو اقتصادي تشبثي. نو د هندوستان سره زموږ ضرورت شته دی، ډېر ضرورت هم دی، یو بل ته احتیاج و، او دا په ګټ هم ده چې تجارتي اړیکې مو ښې شي، مګر اوسه پورې اوس ښې نه دي. در حال حاضر کالاها از افغانستان به هند و از هند به افغانستان از طریق دهلیز هوایی، بندر واگه در پاکستان و از بندر عباس در ایران انتقال می شود. امیدواری ها بر این است که میزان تجارت میان دو کشور بیشتر شود. در یک ماه گذشته حدود 400 تن در هرات با استفاده از گاز مسموم شدند. دکتران در این شفاخانه می گویند اکثر این افراد تداوی و تعدادی از آنها نیز به دلیل شدت مسمومیت بستر شدند. استفاده از گاز و زغال به خاطر گرم ساختن خانه ها از دلایل اصلی مسمومیت باشندگان این ولایت است. مسئولان این شفاخانه می گویند که آمار مریضانی که روزانه به این مرکز درمانی مراجعه می کنند بیشتر شده است. بنابراین به هدف رسیدگی بهتر به بیماران یک بخش جداگانه زیر نام پولیکلینیک ساخته شده است. دکتران متخصص در این بخش به مریضانی که عاجل نباشند رسیدگی می کنند و هرگاه نیاز به تداوی دوامدار داشته باشند در بخش های مربوطه بستر می شوند. محسن کریمی از هرات این گزارش را رساند. بیمارانی که اینجا صف کشیدند تا مشکلات صحیحشان را با دکتران شریک سازند. شفاخانه حوزوی هرات این روزها ازدحام بیشتر پیدا کرده است. دکتران در این شفاخانه میگویند اکثر بیمارانی که این روزها مراجعه میکنند با مشکلات روحی روانی، فشار بلند خون و امراض معده مبتلا هستند. به تازگی در این شفاخانه بخش جداگانه زیر نام پولیکلینیک ساخته شده است تا دکتران و متخصص بهتر بتوانند به این مریضان رسیدگی کنند. فعلا مریضایی که OPD باشن، سرای پایی باشن اینجا مراجعه میکنن و ما بر از اونا دکتر صاحبای ما اونا رو تداوی میکنن، نسخه میدن و رخصت میشن. این بخش روزانه بیمارانی که برای تشخیص مریضیشان مراجعه میکنند ایجاد شده است. قبلا تمام بیماران در بخش عاجل این شفاخانه بررسی می شدند، اما حالا در این بخش به بیماران بهتر رسیدگی می شود. دکتران متخصص می گویند مریضانی که اینجا مراجعه می کنند ابتدا مریضی آنها تشخیص و سپس به بخش های مربوطه زیر درمان قرار می گیرند. یک مریضای عصبی زیاد شده، بلد تشوشات روی اکثر مریضا که می آید، مریضای اولد ایج یا کسایی که سندای نبالای به علت تشویشی که می کنند فعلا فشار بالا زیاد به نزد ما وجود داره. با این حال مسئولان این شفاخانه میگویند روزانه 5 تا 10 تن به دلیل مسمومیت با گاز در این شفاخانه تداوی میشوند. در کنار تداوی این مریضان همچنان به بیمارانی که مشکلات روحی روانی دارند نیز رسیدگی میشود. دکتران میگویند این روزها خیلی از جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی و وضعیت بد اجتماعی دچار بیماری های روحی روانی شدند. تا جایی که امکان داشته باشه، امکانات باشه، رسیدگی که هست بسیار خوبی میکنن. انشاءالله که هست هیچ کم و کرسی نداره. فیلن کن رسیدگی خوب میکنن به مریضی ها. هم یک ساعت 2 ساعتی میشن مریض مال ببردن. بابونجی فیلن دکتر صاحب خیلی رزی ما. آماری که روزانه مسئولان شفاخانه حوزوی هرات با رسانه های شریک میسازند، همه روزه تا 2000 تن در بخش های مختلف این شفاخانه زیر تداوی قرار میگیرند. فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی میگویند که این فدراسیون به همکاری‌هایش به افراد آسیب پذیر در افغانستان ادامه میدهد. سرمنشی این فدراسیون که به کابل سفر کرده میگوید آنان در بخش ارائه خدمات برای افراد آسیب پذیر، روان درمانی و همچنان به افراد نیازمند کمک خواهند کرد. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. سرمنشی و معاون فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی که از ناروی به کابل آمدند میگویند این نهاد به فعالیت‌هایش در افغانستان ادامه می‌دهد. این فدراسیون همچنان با شمار از نهادهای مددرسان اجتماعی در کابل تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. ما وضعیت افغانستان را از نزدیک مشاهده کردیم و می‌دانیم که زنان و کودکان به حمایت‌های بیشتر بین المللی نیاز دارند.
ما به عنوان شریک جهانی این مؤسسه به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می دهیم. ما برای مدت طولانی زنان، کودکان و جامعه بشری افغان را حمایت می کنیم تا اینکه به یک رفاه و آرامش کلی برسند. انجمن مددکاران افغانستان هم در این نشست خواهان عضویت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی شد. بیشتر فوکس بالای ازی داره که چگونه میتوانه با استفاده از توانایی های فردی، گروهی و یا جامعی جامعه ها را، افرادی را که نیازمند هستند و نیازمندی هایی را که وجود داره به نقطه های قوت تبدیل بکنه و ای که چطور می توانیم جوامع را توانمند بسازیم. مددکاران اجتماعی در کشور بیشتر سرگرم کمک به افراد نیازمند، نادار و همچنان کسانی که نیاز به تداوی روانی دارند کمک می کنند. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو به 6 میلیارد افغانی نیاز است. عطاءالله عمری که در رأس یک هیئت بررسی کننده به شمال کشور رفته بود میگوید که با گذشت هر ساعت تخریبات دریا بیشتر می شود و مردمانی که در اطراف این دریا زندگی می کنند در معرض خطر قرار دارند که باید هم جلو تخریبات گرفته شود و هم مردم از ساحات آسیب پذیر تخلیه شوند. هزاران خانه مسکونی، زمین و باغ زراعتی در خطر طعمه دریای آمو قرار دارد. این گونه که سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید تخریبات در برخی از نقاط دریای آمو بگونه ساعتوار در حال پیشروی است و اگر به آن رسیدگی نشود فاجعه بارتر می شود. فنا شوند، هم اصل نیست خود از دست دادن، این تنها از چیه؟ از وس بودجه امارت اسلامی نیست که این ساحه را همیشه تحکیم کرده و خانه های مردم را محفوظ کرده بتانه. هرچند رقم دقیق از تخریبات دریای آمو ارائه نمی شود، اما در این نشست گفته می شود به هزاران جریب زمین زراعتی و ده ها قریه در ولسوالی های پنج ولایت زیان های هنگفت وارد شده است. نو مونگ با دیده زرشویه پو برای که طرز العمل جور کرده، بعضی زیانه چیگوی که در زرشویه چی دی سین مسیر بدلوی تخریبات زیادتی ویغی زیادی که با مونگ زرشویی بنده او تخریبات سیدی امو کم دقا ورطیر ما ولایتون و تلور ولایتون و پنزو ولایتون و تا پیخ دی اغی قابل دی ترهم دی اغی اسلامی امارت الحمدلله تروس پوری پدی که دا تصمیمونی والکابینی سی بودیجه ورطا اختصاص کرد تریوها دا پوری. هیئت عالی رتبه امارت اسلامی به منظور بررسی تخریبات دریای آمو و ولایت‌های اطراف دریای آمو تخمین زدند که برای بازسازی دریای آمو 6 میلیارد افغانی نیاز است. فعلا حال مو چه اود محل او لن محل پلانونه لرو اود محل پلانونه په قطر کې مو تقریبا 8 میلیارد افغانی ورته تخمینی براورد کړی او همدارنګه په اجرتن توګه چې مو 2 میلیارد ورته تخمینی براورد کړی دی. افغانستان اسلامی امارت و رهبری ته کوم موضوع د امو د سند غاړو د تخریب راغلی، اسلامی امارت ورته په ډیر لیوالتیا سره تخنیکی ټیم ټاکلی او همدارنګه تخنیکی ټیم تللی او اولته تحلیل کړی چې تحلیل په نتیجه کې تقریبا 6 میلیارد افغانی ته ضرورت دی. در این نشست روایت تلخ از وضعیت رقتبار ساکنان ساحل دریای آمو نیز حکایت می شود. مقام های امارت اسلامی می گویند آب دریای آمو مردمان زیاد را آواره ساخته و بدون خوراک در بی‌سرپناهی قرار داده است. در همین حال ریاست سرحدات اقوام و قبایل ولایت تخار از تخریب نشانهای سرحدی در سرحدات این ولایت با تاجیکستان ابراز نگرانی می کند. مسئولان در این حال می گویند که در بیشتر مناطق سرحدی نشانهای مرزی از بین رفته و احتمال دارد به دلیل تخریباتی که دریای آمو دارد بخش خاک افغانستان شامل خاک تاجیکستان شود. شماری از باشندگان تخار هم میگویند که حکومت مرکزی باید در احیای این نشانها برنامه های فوری را ریدست بگیرند.
دریای آمو سرحد میان تاجیکستان و ولسوالی های چاب، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه و خواجه‌غار در موارای کوچه تخار است که همه ساله با بلند شدن سطح آب این دریا، سطح جریب زمین و علفچر از مربوطات تخار تبدیل به بستر دریا می شود و این موضوع سبب شده تا نشانه های مرزی هم در معرض نابودی قرار گیرد. پلرهایی که سابق از حکومت های گذشته و اونجا ایجاد شده بود، ما گفته می تانیم که اکثرا پلرها در طول انقلاب تخریب شده و بعد آب دریامو از بین برده. به گفته ای آقای طالقانی، از اینکه همه ساله زمین های مسیر دریای آمو به بستر دریا مبدل می شود، احتمال زیاد وجود دارد که بخش های ساحات سرحدی افغانستان شامل خاک تاجیکستان شده باشد. چند دهه که جنگ ها صورت گرفته، دریای آمو خیلی تخریبات شده. طرف ما دریا آمده، این طرف بودن تحکیمات وجود نداشتن، دیواله استنادی دریا همینطور طرف ما مردم خیلی زیاد آمده. شماری از باشندگان تخار هم میگویند که حکومت هر چه زودتر نشانه ها را احیا کند تا در آینده مشکلات مرزی میان دو کشور به وجود نیاید. متاسفانه که با بلند شدن آب از سطح دریای آمو، نشانه های مرزی ما در مورای کوکچی تخار و در سرحد با تاجیکستان از بین رفته و این نگرانی ها خلق شده که مبادا زمینه های زراعتی مردم بعد از نشستن آب در کف دریا به طرف تاجیکستان وصل بشه. با این حال به گفته رئیس سرحدات، اقوام و قبایل ولایت تخار، مردمی که در سرحدات زندگی میکنند نیز با مشکلاتی روبرو هستند و خدمات دولتی مانند خدمات صحی، تعلیم و تربیت در این مناطق وجود ندارد. با خبرهای جهان خوش آمدید. شمار کشته شدگان انفجار پاکستان به بیش از 90 نفر رسید. وزیر داخلی پاکستان مدعی شده که تحریک طالبان پاکستانی این حمله را انجام دادند، اما تحریک طالبان پاکستانی دست داشتن به این حمله را رد کرده. این حمله با محکومیت های جهانی روبرو شده است. وقوع حمله مرگبار انتحاری چاشت دیروز در داخل یک مسجد در پشاور پاکستان یک بار دیگر زنگ خطر حملات تروریستی در پاکستان را به صدا درآورده. چنانچه در اسلام آباد و دیگر شهرهای بزرگ این کشور پلیس و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در آمدند. با این حال وزیر داخلی پاکستان حمله دیروز را کار تحریک طالبان پاکستانی می داند. در کشور همسایه ما پناهگاه های امن برای تحریک طالبان پاکستانی فراهم است و آنها در آنجا با خاطر آرام حملات را طرح و در پاکستان به اجرا می گذارند. از حکومت سرپرست افغانستان می خواهم اجازه ندهند خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. اور جن کے متعلق سمجھا گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد انہیں قانون کے تابع لایا جا سکے گا. وزارت خارجه افغانستان نیز در اعلامیه حمله در اماکن مذهبی و کشتن افراد را خلاف ارشادات اسلامی دانسته و آن را محکوم کرده است. انفجار همچنین یک روز پیش از سفر هیئت از صندوق بین المللی پول به اسلام آباد صورت گرفته است. نمایندگان صندوق بین المللی پول امروز به پاکستان آمدند تا با مقامات پاکستانی در خصوص نحوه و شرایط اعطای کمک های مالی حیاتی به اقتصاد پاکستان گفتگو کنند. تروریسم یک تهدید مشترک است و مبارزه بر ضد آن وظیفه همه. حمله در اماکن مذهبی، آزادی مذهب، آزادی عقیده و توانایی عبادت را سلب می کند و حق انسان ها را که باید در صلح زندگی کنند از آنها می گیرد. Secretary General extends his heartfelt condolences to the families of the victims and wishes a prompt recovery. با این حال شمار کشته شدگان انفجار پاکستان به بیش از 90 نفر رسیده و شمار زخمی شده ها هم به بیش از 150 تن رسیده است. یک جنرال آمریکایی از احتمال وقوع جنگ و درگیری میان آمریکا و چین در سال 2025 هشدار می‌دهد. این جنرال تا یادداشتی به 110,000 نظامی تحت امرش هشدار می‌دهد که آمریکا در دو سال آینده با چین وارد جنگ می‌شود و احتمال درگیری میان آمریکا و چین در سال 2025 میلادی وجود دارد. روابط میان چین و آمریکا بر سر موضوعات مختلف از جمله تایوان، دریای چین جنوبی، کره شمالی و مسائل
اقتصادی طی سالهای گذشته همواره تیره بوده است، اما از زمان سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در سال گذشته تنش لفظی و دیپلماتیک میان دو طرف به طرز بی‌سابقه افزایش یافته است. خدیجه کوهستانی با جزئیات بیشتر. اوکراین و روسیه در میدان جنگ، حالا شمارش معکوس و احتمال درگیری میان دو ابرقدرت دیگر جهان، چین و آمریکا، جنگی که شاید ابعاد اتمی و جهانی هم به خود بگیرد. یک جنرال آمریکایی از احتمال وقوع جنگ و درگیری میان آمریکا و چین در سال 2025 میلادی هشدار می‌دهد. این جنرال 4 ستاره آمریکایی که فرماندهی بخش تحرک هوایی را بر عهده دارد و از تیاره های سوخت رسان نظارت می کند، طی یادداشت به 110,000 نظامی تحت فرمانش هشدار می دهد که آمریکا در 2 سال آینده با چین وارد جنگ می شود و احتمال درگیری میان آمریکا و چین در سال 2025 میلادی وجود دارد. این یادداشت بار نخست در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و بعداً توسط پنتاگون تایید شد. هدف اصلی نیز باید بازدارندگی و در صورت لزوم شکست چین باشد. بر بنیاد استدلال این جنرال آمریکایی، قرار است آمریکا و تایوان انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2024 میلادی برگزار نمایند و احتمال متفرق شدن واشنگتن وجود دارد که به طور بالقوا فرصتی را برای چین جهت اقدام نظامی و الحاق تایوان به قلمروش ایجاد می نماید. روابط میان چین و آمریکا بر سر موضوعات مختلف از جمله تایوان، دریای چین جنوبی و مسائل اقتصادی طی سالهای گذشته همواره تیره و تار بوده است. اما از زمان سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در سال گذشته تنش لفظی و دیپلماتیک میان دو طرف به طرز بی سابقه افزایش یافته است. مقامات چینی همواره نزدیکی روابط آمریکا و تایوان به ویژه همکاری‌های گسترده نظامی میان این دو طرف را تحریک‌آمیز و علیه امنیت ملی خود می‌دانند. پکن به این باور است که جزیره 24 میلیون نفری تایوان جزی از چین بوده که از سال 1949 از خاک اصلی این کشور جدا شده است. به خبرهای اقتصادی همچنان خوش آمدید. مدیریت عمومی ترافیک ولایت بلخ روند ثبت وسایل نقلیه در یک سیستم جدید را آغاز کرده است. این سیستم به گونه آنلاین فعال است و در بیشتر ولایت‌های کشور این برنامه ادامه دارد. پلیس ترافیک بلخ میگوید این طرح جدید میتواند در قسمت کاهش جرایم جنایی به ویژه جرایم ترافیکی آنها را در داخل شهر و شهرها کمک کند. ریاست عمومی ترافیک کشور به تازگی سیستم ثبت آنلاین وسایل نقلیه را در بیشتر ولایت ها آغاز کرده است. در ولایت بلخ هم این روند آغاز شده و همه روزه موترهایی که اسناد کافی دارند را ثبت می کند. این سیستم به شکل آنلاین است که تمام مشخصات موتر و مالک آن ثبت می شود. وسایل ترادجاتی که در تمام افغانستان گشت و گذار می کنند یک ارقام ازی مشخص شود به چی تعداد وسایل نقلیه در تمام افغانستان موجود است. پلیس ترافیک می گوید این سیستم طور طراحی شده است که از تصویر و جعل اسناد جلوگیری کرده و جرایم ترافیکی را کم می کند. همچنان می تواند نیروهای امنیتی را در قسمت کنترل جرایم توریستی، جنایی و تخطی های شهرها کمک نماید. شهر ده دی او کلی موتر چی کم دی ده دوگو ده کنترول ده پارا مجرمی پلیتون ورکوو. امارات اسلامی دوی تشپړ میاشتي وخت ورکړی و نو اوس یو وخت هم پر رسیدو سره ختم شوی تقریبا لږ وخت پاته دی. موتر خود اسناد بکنم پلیت بگیرم چون فایدهش هم برای ما است، هم برای حکومت، هم برای مردم. همین موتر که قبلا به خاطر بعض جرم و جنایت و اینا استفاده میشد از اینا کلا با همین کار که روند که پیش میبرن کلا استفاده خوب میشه. حالا فعلا دوباره موتر وقت ثبت شوی کارها کلا کارهای جنایی از بین میره. پلیس ترافیک میگوید در حال حاضر موترهایی که اسناد کافی دارند و مطابق به قوانین و مقررات ترافیکی کشور در شهر گشت و گذار دارند ثبت این سیستم می شوند. اما هنوز در قسمت موترهایی که خلاف دست افغانستان هستند تصمیم گرفتن نشده است.
که در کاهش جرائم و در شناخت مالکین و متصرفین وسایل نقش بسیار ارزشمند داره و امید واقع میشه در همه عرصه ها. مدیریت امید ترافیک بلخ میگوید قرار است این سیستم را در بنادر و مراکز فروش موترها نیز فعال بسازد. به شمول موترهای شخصی، تمام موترهای نظامی و وسایطی که در داخل افغانستان گشت و گذار دارند وارد این سیستم خواهند شد.